این محموله بزرگ آج که در روز شنبه ضبط شد ارزشی حدود 26.7 میلیون دلار هنگ کنگ یا 3.45 میلیون دلار آمریکا داشت. مقصد این محموله آج فیل و زیورآلات که از آفریقا قاچاق شده بود بازار سیاه چین بود. این یکی از بزرگترین نمونه هایی بود که تاکنون بارگیری شده بود. در این حال مقامات و طرفداران حفاظت از محیط زیست از این می ترسند که آن فقط یک مورد سطحی از تجارت غیرقانونی در حال پیشرفت باشد. به گزارش مورنینگ پست جنوب چین در این محموله 1209 آج فیل بوده است و انواع زیورآلات ساخته شده از آج. برای تهیه این اقلام بایستی حدود 600 فیل آفریقایی کشته شده باشد. یک سال از زمان آخرین توقیف آج بزرگ گذشته است و مقامات هنگ کنگ ادعا می کنند حرکت محموله کالاهای غیرقانونی از طریق بنادر این کشور به ندرت اتفاق می افتد. با این حال چین در حال حاضر به طور گسترده‌ای به عنوان بازار مصرف عمده محصولات آج در جهان شناخته شده است که برای اهداف مختلفی از محصولات هنری گرفته تا طب سنتی به کار برده می شود. حضور روبرشد چین در آفریقا نیز به عنوان یک عامل اصلی در کمک به این روند دیده می شود که هر دو چینی ها و آفریقایی ها فرصت هایی را برای بهره مندی از این سوداوری ها می بینند، اما از نظر بین المللی مشارکت در این کسب و کار ممنوع شده است.